سلام دوستان، امیدواریم حال همه شما خوب باشد. خب در این درس ما با هم تکنولوژی ایجکس رو با هم میآموزیم که ایجکس چیست و در کجا استفاده میکنن از ایجکس. ایجکس بچه ها ساختی مثلا نامی پروژه مثلا اسینکرون ناونز جاوا اسکریپت ان ایکس ام ال میباشد که بگیم مثلا یک کلاس یا یعنی یک ابیکت میباشد در درونی چیز جاوا اسکریپت. خب مثلا با ایجکس چی استفاده میکنن، برای چی از ایجکس استفاده میکنن و برای چی اینقدر مثلا چیزی لازمی است در شخصانی که کار با وب برنامه سازی دارن. خب مثلا با ایجکس اساس کار ایجکس مثلا کار با کلینت میباشد، یعنی یگان معلومات از کلینت گرفتن، مثلا در بعض دن اخمو سخرانی کنیم به ابنویشتن صفحه، یا اینکه یگان معلومات رو چی با استفاده برنده خود، یعنی همون پازاوات، یا اینکه کلینت خود مثلا نشان دیم به ابنوی شدنی صفحه خود، که این بسیار هم زیبا می باشد، یعنی بگیم پیشرفته تر می باشد که سایت هایی که مثلا همه سایت های پیشرفته تر مثلا فرموشون، یا اینکه لاگین رگیستراسیشون در سایتشون مثلا از ایجکس استفاده میکنن و شخصانی که مثلا پروگرامیستن وب و مثلا پی اچ پی اگر باشن حتما دانستن ایجکس با اونها لازم است و اگر جاوا اسکریپت هم باشد مثلا برای اونها زیاد لازم شود. و ما هم چه تصمیم گرفتیم که این رو با شما فهمونیم. مثلا من به شما میگم که چیکار میکنیم. مثلا من یک فرم ساختگیم که از ایجکس استفاده کرده گیم. مثلا وقتی که شما از ایجکس استفاده نکنید، وقتی شما یکم معلومات رو روان میکنید یا اینکه میگیرید، صفحه شما هر مرتبه ابنوید میشه و این کاری درست نیست، یعنی زیبا نیست. مثلا بگیم غم میتیم استفاده برنده خود رو مثلا در صفحه ما کم ایسا و همونند که مثلا مگر مثلا یا اینترنت مگزین داریم و مثلا باز یک کار دیگر شما شد که مثلا ما میتونیم جستجوی آنلاین کنیم، یعنی زنده کنیم به خود. مثلا اینترنت مگزین می باشد این سایتی که من کشدم، مثلا ما اگم تلفن میخوایم جستجو کنیم مثلا تلفن. خب مثلا شما رو وای رفته از بعض زدن خودشون مثلا ای مگزین خودشون لیست کتاب ها مثلا تلفن ها رو به شما نمایش میدید به ابنویس شدن صحیفه. خب کار این همین است، یا اینکه مثلا یک چیز دیگر من دیدم بسیار معقول شد، مثال در کوپید مثلا میجیخیم. خب وقتی ما کوپید رو میجیخیم و یک معلوماتی از تلفن رو به شما آوردن نمایش میده به ابنویس شدن صحیفه، خب کاریش بسیار خوب است و بسیار هم لازمی است دانستنش. و در این درس ما با پریمیرش میبینیم که چه استفاده میکنن از ایجکس و چگونه در کجا. خب مثلا دیدیم که چه کارها رو میکنن، یعنی شخصانی که مثلا اگر دنبال آموزش ایجکس باشن حتما یعنی میدونن که برای چی استفاده میشود. خب ما هم یک چند جای استفاده برایش به شما گفتیم، مثلا فرمی که من ساختم از ایجکس استفاده بردگیم، مثلا یوزر یا مثلا نام مثلا طالب مثلا ایمیلش، خب هر چیز باشه، مثلا یوزر یک جیمیل، مثلا ادرسش تستی یک، خب تلفنش یک می نویسیم. خب کامنتارش لازم نیست، مهم نیست، من چیز کردم. خب ایش برای زشته شد بچه ها میتونیم 17 گذاریم و سگلشه سب رابط که پرسنال دانی. خب بچه ها اگر مثلا ما در اینجا 17 7 جمعی 10 17 نه 16 اگر گذاریم، وقتی که ما میجیقیم بچه ها و شما سراز are you stupid، من اینجا کمتر شوخی کردم، یعنی که میگه شما درست جواب دادید، یعنی مثلا معلومات شما، یعنی چیزی که وارد کرده بودیم در فرم در چی اینپوت همه خیلی سوگه. اگر که این نباشد شما وقت میچقین اب نمی میشه صفحه، یگان مثلا معلومات در فرم شما نمیموند و این کار خوب نیست برای یک خطای خردکک که مثلا صفحه رو مثلا از سری نو مثلا فرق نیست. خب مثلا من جواب درست شما میگذارم 17 و میچقم که من در اینجا از لود استفاده کرده بودم. خب رفت مثلا معلوماتی
یعنی استفاده شد، مثلا معلومات رفت در بعض سخرانه شد و در اینجا thank you گفت مثلا. خب صفحه اب نمیده شد، باز میتوانیم که روان کنیم که من از اینجا از پیچ میلری یک بیبلیتک هست مثلا من استفاده کرده بودم. ما این را امروز هم که من به شما میفهمم که از ایجاک چه استفاده میکنیم. خب من اینها رو مخکم میکنم و میکشم تکست ریدکتوری ویژوال استودیو کد رو. خب میرم مثلا من در یک پاپکا میسازم در لکالنی دیسکی خود و یک چیزی را گویم که مثلا ایجاکس بچه ها به یکان حتما برای استفاده از ایجاکس شما باید یکم سرور داشته باشید، یعنی که زم سرور یا اینکه اوپن سرور یکم چیز داشته باشید، یا اینکه شما میتوانید روی آسان ترینش یکم مثلا جی اس آنلاین بزنید، مثلا جاوا اسکریپت آنلاین سایت هایی هستن که مثلا به شما جدال میدن جاوا اسکریپت رو استفاده کنید، از در اونجا شما میتوانید از ایجاکس استفاده کنید به خاطر اینکه مثلا وایوخ چون مثلا سرور هن. یعنی یک سرور دارم. خب من مثلا یک پاپ کام به نام بیا ایجاکس رو میشم اگذاریم و در ویژوال استودیو کد خود میک شویم باش. خب محکم میکنیم و در اینجا میداریم لوکال خاص ایجاکس. خب من یکم فایل ندارم، فایل میسوزم و یک تش به نامی من ایندکس تاچکا HTML میگذارم نومش رو. خب بله و یک تای دیگرش رو چسب دهی سوده است. یک تای دیگرش رو به نامی مثلا main dot js میگذاریم. خب خطو نویسیم، رینیمش میکنیم HTML. خب من درون HTML خود میدارم، من یک رزمر زیاد میکنم برای دیدن شما. خب تیتلش ایجکت میذاریم و فایل خود رو یعنی جاوا اسکریپت رو پیوست میکنیم در HTML خود، مثلا با تگ ایچ میشن سکریپت هم بچه ها سکریپت سیرز شو میگذاریم. خب ادرسش main تاچکا جی اس رو میگذاریم و در اینجا ابنوین میکنیم و index.html HTML میداریم. خب چه میکنیم که هیچی نیست در صفحه ما و در اینجا ما یک بطن میگذاریم، یک کنوکه یعنی بطن. خب در بطن من میگذارم کلیک می یعنی زیر کن برمین چیز و وقتی زیر میکنیم یک فونکسی را انجام میدیم و استفاده میکنیم از ایجاکت که صفحه اب نوی نشده یک معلومات گیریم از یک چیز. خب مثلا من یک دیوی دیگر میگذارم به نام دمو، بعدا از این استفاده میکنیم، یعنی اگه معلومات رو در درون دیو خود میگذاریم. خب بیاید اکنون جاوا اسکریپت رو وقتی ما پدکلوچید کردیم یعنی کردیم و در اینجا یک تا مثلا hello می نویسیم دیگه که کار کرده است یا نه. بله کار کرده است، فعلی ما پیوست هست در HTML. خب بیاید با هم چی میکنیم. هوا مثلا بطن رو در یک مقدار میگیریم، مینویسیم مثلا variable var مثلا بطنش میگذاریم نمشه بمگاندی خودش برابری document query selector میکنیم و بطن خود رو میگیریم، یعنی میگیریمش. خب بیاید زود دمو رو میگیریم، دمو مثلا برابری document اشم query selector. وقتی از کلاس که ما گرفتیم باشه نقطه میگذاریم بچو دمو میگیریم که query selector با ما اجازه میدهد
همچون مانندی که در CSS ما مثلا در CSS استفاده میکنیم از امان را بگیریم، مثلا اگر ID باشه ریشات کش میگذاریم، مثلا query selector رفته از document مثلا میبینه یکم گیشه مثلا با شما برمیگرده، اگر button 4 تا باشد مثلا در اینجا button باز باشد یکمینش را با شما برمیگرداند و با ما داره query selector all و massive با شما برمیگرداند، یعنی array. خب بس ما ایجکس میباشد، خب استفاده ایجکس رو میبینیم. خب ما بطن را وقتی میگیم در بارش کلیک شید، وقتی که کلیک شید چی مینویسیم؟ مثلا یا add even listener اش میکنیم، یا اینکه on click شمی نویسیم، مثلا به on click شمی نویسیم. وقتی که کلیک شید یعنی زیرش در بالای همین بطنی ما بطن برای ما یک فونکسیون رو انجام دهد، فونکسیون یک فونکسیون رو میگیریم و در اینجا از ajax استفاده میکنیم. من یه variable میگیرم بچه برای بنامی xhr اش میکنیم. خب در جاوا اسکریپت برای استفاده کردن از ajax یک کلاس هست، یعنی بنامی xml http request هست که برای استفاده کردن از ajax. خب وقتی که ما گذاشتیم و خب در AJAX وقتی که ما از این استفاده کنیم از XML HTTP request و کار میکنیم برای بیگام سمت سرور، بیگام سایت، بیگام صفحه روان کردن، یعنی یکم چیز برای ما برگردوند، یک ما با متد get استفاده میکنیم. خب من نویسیم XHR مثلا on read state change تا مازیر بس بچو. خب پیش از آن XML HTTP request XML HTTP request بله خب XHR میگیم اگر on read state change sheet، مثلا ما میتونیم یا اینکه از on load استفاده کنیم و یا اینکه on read state change، ما از هر دوش استفاده میکنیم در پرکتیک با هم میبینیم. on read state change بچه هم چارت هم مثلا چی داره؟ رقم دارد، یعنی 0, 1, 2, 3, 4 یعنی 5 تمه شد، یعنی 0 همش بخیالم که برای وقتی روانش کردی 0 های دیم داره، 3 همش ابرابود کرد، 4 همش یعنی درخواست رفت و اتفید برگردانده، یعنی کار ما روان شد، یعنی درست شد که مثلا آزیر با هم میبینیم که چی خیال میکنیم. مثلا هر وقتی که شما مثلا on read state change گفتیم بچه ها، هر وقت که read stage ما مثلا تغییر شد، مثلا کار رفته سه در درون، مثلا یک فونکسیون رو برای ما مثلا این وظیفه دسته مثلا صدا داده و در اینجا ما نسیم if می نویسیم if xhr نامی که مثلا xml اشتر request گفت گیم، میگیم که مثلا read state اش برابر 4 شد، ما گفتیم که وای تا 4 رقم داره، مثلا 0, 1, 2, 3, 4 وقتی که 4 شید همین read stage ما، یعنی کار ما درست شید، رفت به جای گفتگی رسید درست به یک مشکلی و می نویسیم end و xhr status می نویسیم status بچه ها، یعنی صحیفه، یعنی جایی که ما درخواست رو کنیم یافته شد، مثلا 200 اگر 200 که یعنی یافته شد 200 می شود، نیافته شد 400 اخیر مثلا باز چند چیزی دارد که آنها برای ما لازم نیست در این درس. وقتی که مثلا میگیم رفتم درست شد ریجستر ما 4 شد، یعنی رفت XHR status ما 200 شد. خب XHR بچه ها من از متد مثلا وقتی من در یک مقدار گفتم، شما میتونید از هر چی مثلا نام گذاری استفاده کنید، من از این گفتم. خب وقتی که رفتیم مثلا log برای ما console log xhr response، یعنی چی برای ما برگردوندی چیزیش که در console log شانده. خب console log میداریم، میجقیم هیچ نیست بچه ها، برای که ما یک گام جوراون نکرده ایم، هیچ چیز نکرده ایم. خب برای استفاده کردن از AJAX ما می داریم یک سایت به حد سایت خوب است برای IP قطع کار کردن، مثلا چیز مثلا به نامی
Jason place place holder holder داره که برای ما اجازت میدهد از IPشون آنلاین استفاده کنیم. خب در اینجا میایم پایان میایم بچه‌ها JSON place holder. وقتی پایان میایم خب وقتی که ما مثلا در اینجا پست داره یعنی JSON کدگیان برای استفاده کردن ما از یوزر رو استفاده میکنیم در اونش میدارویم و در اینجا ادرسش رو کپی رو میکنیم. خب وقتی کپی رو کردیم ما در اینجا XHR میکنیم open میکنیم یعنی ما از کجا مثلا راهی میکنیم با کدام متد. خب وقتی که ما از فونکشن open یعنی متدی open استفاده میکنیم از Ajax مثلا یکم پارامترش بچه ها get میگیرد یعنی کدام از کدام متد شما متدی post داریم ما delete داریم put داریم. خب دیگر مثلا که ما در اینجا از get برای با دست آوردن پلوچیت کردن ما از متدی get استفاده میکنیم و دیگر پارامترش بچه ها ادرس ہے کجا باید برای درخواست ما یعنی وقتی این رو کردیم و اگر بیایم ما تست کنیم یا مراتب دیگر باز ببینیم که هیچی برای ما برنگردون. در آخر ما XHR سندش میکنیم یعنی که روانش کردیم بعدا چی برای ما کار میکنند. خب وقتی میجیکیم خب دیدیم که بچه ها همین جایی که مثلا معلوماتی که بود برای ما برگردان در اینجا در کنسول لاگ یعنی که ما به دست گرفتیم یعنی برگردوندیم همون مقدار رو. خب اینها رو ما میتونیم به استفاده برنده برای یوزر در صفحه به نمایش گذاریم وقتی که شما یگان معلومات روان میکنید و به شما سترینگ برمیگردوند یعنی حرف و برای اگر بسیارتر از Ajax استفاده کردن مثلا و یا JSON مثلا برمیگردونن که بخاطری که JSON را متوانیم با یکم ابیکت یا اینکه با اره یعنی مسیو گردونده از آن استفاده کنیم که ما این حال با هم میکنیم انا همون را. خب وقتی که ما برگردوندیم وی را در اینجا منویسیم بیا مقدار آن را با ابیکت میگردونیم در جاوا اسکریپت مثلا وریبلی مثلا ریزالت میگیریم ریزالت برابر جیسون وقتی که بچو پرس ایکس اچ ار ریسپانس وقتی که ریسپانس ما برای ما استرینگ جیسون برگردوندگی است مثلا در جاوا اسکریپت جیسون ما داریم مثلا پرس داریم که مثلا string رو به json برمیگردوند اگر درست باشد. خب در اینجا و اگر در صفحه اخوان مثلا ما در اینجا دمو را گرفتیم یک دیو داریم در اینجا هم بچه در درون دیو ما خالی هیچ نداره و در آنجا مثلا بیا یک نامی استفاده برنده را استفاده میکنیم که از ما یوزر مثلا نامش مثلا خب اروین هاویل مثلا میگذاریم. خب چه میکنیم؟ خب دمو مثلا ما منویسیم inner HTML اش مثلا برابری ریزالتی مسیو مود برگرد میگردوند یا اینکه به بله نیم اش رو مثلا نویس. خب ابجکت یک بار دیگر خب صفحه اب نمیشید. خب نام رو برای ما چی بچه ها برگردان نشان داد. خب به اب نویسین صفحه ما توانستیم با متد get روان کنیم. خب باز ما میتوانیم اگر خواهد همه نام ها رو مثلا در صفحه نمایش دهد اگر این حال ما ریزالت هم ببینیم با هم چی برگردانده. خب چه که میبینیم برای ما وقتی جیسون پرز ما صدا میدهیم و ایرا با ابیکت میگردونن یعنی در ابیکتی که ما مثلا ادرس های یعنی یوزری ما نام دارد مثلا ادرس داره کمپانی داره ایمیل داره نیم داره فون داره یوزر نیم داره. خب برای اونها در صفحه نمایش دادم ما میتونیم مثلا از فور کنیم که در اینجا این همچون یک مسیو است فور برابر ویریبل آی برابر نال ای ما خوردی مثلا result resulti length
length and i ma plus 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 plus. خب در اینجا می نویسیم مثلا demo inner html plus برابری. خب بیاید این خیلی نویسیم. می نویسیم اچی سش مگذاریم. خب من نوشتم result resulti ایمی ما یعنی وای حلقه ما در میخواد یک نو همش رو برای ما برمیگردن. مثلا نیمش میگذیریم و در اینجا باز یک پی دیگر میگیریم. بخشش در اینجا می نویسیم مثلا result ایمی ما ایمیلش. خب بیاید با هم ببینیم که در صفحه این چگونه نمایش می شود. وقتی که ما زیر میکنیم خب بچه ها انا همین می شود مثلا ایجکس که ما صفحه مثلا ابنایی نمی شود. مثلا چی ما میتونیم یکم از یکم جو رفته از سرور در روی میکنیم هینه سایت میوید مثلا از اینجا برای ما معلومات میگیره میاد در صفحه ما نمایش میگیدهد به ابنوی سیدنی صفحه ما. خب این شد دیم. خب متدی get از ما استفاده کنیم. خب از متدی post مثلا من با زبان PHP استفاده میکنم که چه ما میتونیم متدی post استفاده کنیم در Ajax بمانندی. مثال برای پست باید ما یک دو چیز رو تغییر دهیم. می داریم مثلا در اینجا یک تا ایندکس به نام خب یا ایندکس تاچ که پی اچ میگذارم و در اینجا ما گفتیم که می توانیم از آن ریدی استیج استفاده کنیم. بیاین که از آن لو داریم و استفاده هم کرده می توانیم که این حال به شما من میگویم که چگونه. خب بیاید من این ها رو دلیل میکنم از سر نو می نویسیم. خب x یا hr می نویسیم برای یکم روان میکنیم کجا باید برود. x یا hr ما open می نویسیم. متد شا post میگذاریم یعنی یک چیز را ما post میکنیم که این باید سخنان می شود یا اینکه نگون چیز دیگر. خب address شا ما index.php میگذاریم. index.php یعنی همین فایل خمون می دروید به ابنویس یعنی صحیفه. خب index.php میگیم راو و هم منرسیم xhr اگر onload شید onload یا فونکسیه رو برای ما چیکن ویزیفته. onload بچه ها یعنی چخه باش موگیم onload با اونان دیکش ما وقتی که یک برنامه را از Google Play مثلا سکچت میکنید همون اگر با پراگی سکچت شید اینترنت شما یکم مشکلی نکرده یکم چیز نکرد وقتی شما پروگرام را خوب استفاده مثلا سکچت کردین نصبش کردین میتونین از آن استفاده کنین. آنلود هم همین است. مثلا اگر رفت صفحه ما با خود مثلا مقدار رو به خوبی برگردون یکم مشکلی نشید مثلا و دم فونکسیا رو برای ما ویزیت میدید که ما در اینجا بنویسیم مثلا xhr به مانند مثال دمو بنویسیم. بیاید بنویسیم دمو باید ما مثلا در اینجا بیاید برای باوری کردن که یعنی صفحه ما درست رفت یعنی صفحه یافت کرده شد از همون xhr status استفاده میکنیم. اگر status ما برابری 100 که باشه چیکن برای ما بیا مثلا دمو را برابری دمو را اینر html شه برابری xhr response که response text هم میشود response هم میشود. خب و در اینجا ما استفاده میکنیم چرا وقتی که ما از post استفاده کنیم بچه ها شما باید پیش از روان کردن یعنی روان کردن شما باید header شما مثلا بچه ها
контент تایپ شد تغییر دیه در براوزر خودتون که یعنی براوزر فهمید که این پست هست نباید که این رو بینیم مثلا XHR میکنیم set request header می نویسیم بچه ها و در اینجا می نویسیم content type content type اش بچه ها application www URL encoded می نویسیم و در اینجا می نویسیم XHR و بعدا سندش میکنیم که براوزر فهمد که این متدی پست های خب در اینجا مثلا برای مقدارش در سند میکنیم که مثلا چی مقدار باید رود مثلا تست اگر من دیهم خب برابری مثلا یک متدی مثلا تست مو میگیریم برابری مثلا یکش میکنیم خب مثلا خالی نباشه بیاید و در ایندکس واسه بچه ها چی میکنیم من اسم PHP یا تگی PHP من رو میکنم و من نویسم که مثلا if is set یعنی مقدار گرفته شده به دلار پست تست برای ما اکوکه یک ده مثلا welcome you مثلا من نویسیم یک چیز خب بیاید با هم ببینیم که درست نویسیم یا نه وقتی که ما زر میکنیم مثلا برای ما چی بر نگردم و میبینیم که در چی خطا کرده ایم تک کنسول ابنوید برای ما چی بر نگردم خب این سه تست این حال میبینیم خب پست index.php index.php درست و در اینجا دمو استاتوس مود ساعت که باشد اپلیکیشن content type خب application excel آن با چوجه فرم باید نویسیم که یعنی فرم های هم خیلی برای هیدر دارد وقتی که زیر میکنیم باز برای ما یکون چی بر نگردون خب خطوگی در چی باشد باز میبینیم www را یک تشه نبود کردیم form url encoded خب دیدیم بچه ها مثلا صحیفه اب نوی نشد رفت برای ما یک مقدار چکت برگرد و همین خیل مثلا برای پست استفاده کردن شما یک مقدار مثلا وقتی فرم سوزد و در درون این مثلا مقدار شراون میکنین یا اینکه دیگه چیز مثلا خب اینش رو دیم اگر شما مثلا برای اگر جیسون مثلا برگردونید در جمعه نرسیم خب اکو میکنیم ما یک فونکسیه داریم در PHP JSON این کود داریم مثلا یکم اریش میتیم با JSON خودش برمیگردنش مثلا نیمی ما برابری مثلا تاجیک اکادمی و مثلا ایمیلش ایمیلش مثلا چی هست تجه اکادمی جمیل دات آرگ مثلا ما نیسمشه و همین خیلی برای ما مثلا جیسون برمیگردم وقتی مجگم این جیسونش ما میتونه در مین جای خطون در اومده در جاوا سکریپت خطون XHR response هم مثلا بچه که برگردونید و نیگم جیسون دا مثلا گردمش مثلا جیسون پرس XHR response
خب این برای ما ابجکت برمیگردونه، شما میتونید از در اینجا از نیمش اگر استفاده کنید، اگر خطا نکنیم تاجیک اکادمی نامش گرفت، مثلا اگر ایمیلش گیرید چی میکنن برای شما ایمیلش برمیگردونن. خب بچه این بود از ایجکس. خب باز چی میتونیم ما کنیم؟ خب مثلا اگر شما از گت استفاده کردن خواهید، مثلا در صفحه پی اچ پی ختون، مثلا شما میتونید در اینجا از این خیلی استفاده کنید، مثلا پست یک، مثلا نیستی پست، مثلا مثلا پست چی میکنیم، مثال برابری مثلا سه یکون چی میگذاریش و در اینجا چکش میکنیم، مثلا else if، مثلا else if بخشش else if مثلا ایست ست شده باشه دلار گتی، مثلا پستش گذاشته بودیم، پستی مثلا پست اکو که مثلا چی را گذاریم، اکو که it is، مثلا it is get method، method مثلا من نویسیمش. خب برای چیزی خدمان تست کردن خدمان، و در اینجا وقتی شما get post اگر کردین، شما وقتی جیسون برنامه گردونید حتما باید جیسون از اینجا گیرن که وگرنه خطا به شما ایشان میدید. پروست در اینجا میسیم xchr response شه برای ما، مثلا response text، مثلا می نویسیم response text، text شه به شما نشان میدید it is get method. فهم بچه ها همین خیلی شما میتونید یکم if با if گذاری، مثلا اگر متدش پاس باشه این رو کنید، اگر متدش مثلا get باشه get رو. خب این بود از درسی Ajax بچه ها. برای درخواست روان کردن با متد پاس شما باید set request header کنید، مثلا content type شه تغییر دید. content type بچه ها از کجا میشه content type رو نمایش یعنی دید؟ از اینجا مثلا شما طرف نتورک رو میدارید، وقتی که شما مثلا چی روان میکنید، درخواست روان میکنید بچه ها، و در اینجا ایندکس مثلا وقتی ابنایید میکنیم صفحه را، وقتی کلیک رو مجیقیم یعنی درخواست روان میکنیم، در اینجا درخواست های شما مثلا روان میشه، مثلا اینجا XHR داره، وقتی XHR جقیده مثلا همین کاری خمونه است، اجاکسی خمونه، JS داریم، main.js. خب فایل ها رو در اینجا شما میبینید، من مثلا در all میگذاریمش، مثلا یا که در هرچی. خب صفحه خدمتان رو میبینیم کجا ادرس روان کردیم، مثلا index.php درونش میداریم. خب previous مثلا response بچه های نمیم، مثلا it's get post مثلا response شای ایش، مثلا previous یعنی در صفحه چخلای، و headers مثلا بچه ها میداریم، در headers مثلا دیدیم که مثلا متدی ما در اینجا انا متدی ما مثلا گت های، در اینجا متدش گت های، صفحه یافت یگه مثلا ایندکس دات پی اچ پی هست، مثلا دسات آورده گه استاتوس کد شه، مثلا مو استاتوس نه، مثلا چک کردن اگر استاتوس برابر دسات باشه، بعد که مثلا یعنی داونت کد رو مثلا استاتوس شه، مثلا کانتنت تایپش بچو، نه کانتنت تایپش یا تکست، تکست اچ تی ام ال برای روان کردن ما یو ار ال این کدش میکنیم که مثلا دیگر کسو نبینه. خب چی رو میتوانیم به شما گویم، مثلا ما متدی پست اگر روان کنیم، پست بیا ما نزد میکنیم خودش چی نمیکنیم، مثلا پست روان میکنیم، وقتی پست میکنیم ایندکس دات پی اچ پی متدی ما بچه ها چیشی تغییر داد، اینجا پست ادرس یافته شد صد. خب اگر ما مثلا یکم ایندکس دات ایندکس یک دات پی اچ پی بگیم کم خیلی فایل همین خیلی ادرس نستای، وقتی ما کلیک میکنیم بچه ها ایندکس پی اچ پی ما 404 میشه، یعنی 404 استاتوس کد ما 404، وقتی 404 شد یعنی صفحه یافتن یافت نشد، ما 202 داریم با 500 فراموش کردیم چند